پیش من کمتر بخوان افسانه پاریس را، زین جهان بیوفا گلگشت پغمانم بسست. قصر هم یکی از جای خاص کابل است و در یکی از مناطق تاریخی و تفریحی کابل قرار دارم. منطقه‌ای که بیشتر به آب و هوای گوارش مشهور است. بادم به پره بسوی یارم به قصر ما خوش آمده. قصر نوروز پغمان به خاطر تجلیل از جشن نوروز سال 1393 تهداب گذاشته شده و آباد شد. قرار بود که برنامه تجلیل از جشن نوروز ایجا تجلیل کنیم. متاسفانه نظر به یک سلسله مواظری که پیش آمد تجلیل نشد، اما قصر الحمدلله بنیاد گذاشته شد و به اکمام رسید. یک مقوله بسیار مشهور است در رابطه با پغمان، میگه پغمان مهمانخانه کابل است. مطمئنا همه داخل تال ندیده، کسایی که در داخل افغانستان هستند، کسایی که در خارج از افغانستان، ببینند که داخل قصر نوروز پغمان ما چه قسمی است. چرا نه، میریم داخل ساحت از نزدیک مشاهده خواهد کردیم، بر روی تصویر که خواهد کشاندیم. و یک خوشخبری هم براتون بزنم که ما اینجا زمینه را تاری مسایل ساختیم که اگر دوستا علاقمندا بخواین در داخل قصرم برنامه های بگیرن، البته با هم مشوره اداری امور ما در خدمت هستیم و قصرم در خدمت شون هستن، به شکل کرایه برشان آماده میسازیم و خدمت شون خواهد بودیم. چقدر خوب. خب میریم داخل ببینیم چیزا در داخل منتظر ماست که باید امارشان بفهمیم. تالاری که قرار داریم به خاطر مجالس و میتینگ ها مزین شده و همه سهولت ها داشت قرار داره. فیلم در تصاویرش ما میبینیم که از نابغه افغان که با افتخار ماست که سید جمال الدین افغان و ابو علی سینا بلخی. بسیار خوب. یک قسمت خیلی کوچک از این قصر است. در این تالار که فیلم ماست. یک مشت نمونی قرار است. میشه کلش ببینید. اینجا تصاویر از بزرگای تاریخ ما افغانستان به دیوال هستن و انشالله اونم خواهد دیدیم و در موردش اگر معلوماتی میخواستیم اونم خودشان تصاویر صحبت میکنن و سخن میگن. یعنی وقت در این سالون داخل میشیم، در حقیقت در بین تاریخ افغانستان یا افرادی که در کتابایی که در مورد تاریخ افغانستان از بخوریم، حتما اسم از هر کدوم از یکی از اینا حتما برده شده و نام خدا بسیار زیاد هم هست، از رئیس جمهور امروزی ما جناب اشرف غنی گرفته تا بنا کجاها. در بین همه آقایان یک خانم هست. من دیگه اون خانم ها را هر جای میبالم. میشه که ببینم. سلطان رضی پوری در اینجا جای خوشی است البته خانم هم پیدا کنیم در بین آقایان. گفتن ما که ما در چهار اطراف قصر برج های هم داریم که از اون میشه که برای شکل نمونوی یک برج شبیه ببینیم که برای جشن نوروز که برنامه گرفته بودیم به خاطر مهمان های بیرونی ما اجرا آماده شده بود که باید استفاده میکردن. بفرمایید. یادآوری شود که ساحه قصر پغمان 370 جریب زمین است که در انواع مختلف گل ما داریم. روبر مسجد مال میشه، پهلوی مسجد اینجا ما یک سه باغ نام ماندیم برش، در حدود 6 جریب زمین باغ کردیم که انشالله این سال میویش هم میخوریم. چند برج دارم؟ 6 برج دارم. منزل دو میشه تالار منزل اول هم یک قسمت شدید؟ بلکل میشه دید. یک جایی است که بخاطر تفریح و بخاطر گشت قدم زدن از این لذت ببرم.
یک فضای بسیار آرام داره، یک آرامش خاص دارد. خب چون ما از اول گفتیم که قصر نوروز، قصر باید هم یک فضای آرام و سکون همه جانبه باشه. نگفته نمانه که از آبادی شهری دورتر است، صدای ترافیک هم نمیشنویم، صدای مردم هم برون برون مردم هم نیست، آلودگی هوا، چیزانی به او اساس کمه که فضای آرام داره. و دیگه تاثیرات سنگکاری و میناتوری و نقاشی هایی که میبینین، این خودش هم به زیباییش میافزاید. بسیار خوب. در پیش روی ما دروازه ورودی قصر است. بله. که ما داخل هم یک دروازه ورودی. بله، یک دروازه غربی هم داریم. خب عمومی قابل استفاده می دروازه می باشه. ما دروازه عین شکل دروازه طرف غرب هم داریم. و اینجا یک دهلیز کلان ما داریم. بله. دهلیز خودش چند دروازه دیگه داره. و قالین را که می بینین، قالین دست ساخت دست است، وطنی ماست و ابانی متر طولی که میبینیم فکر میکنم بسیار کم باشه. بسیار کم هست کنم، باید بسیار قیمت تصمیم خوردارک باشه. بلکل ما که کم نشد یک تصمیم نمیتونیم. دیخن چند اتاق داره اینجا؟ حساب کردیم؟ بله، معلوم در حدود 35-40 اتاق داریم فعلا نیشه. به شکل نمونه یکشه میبینیم باز دیگهش میگذاریم. در بین اینا مرکز گرمی است؟ بله، بله. یا مرکز گرمی است که هر اتاق تالار کلش مرکز گرمی داره. خوب از مرکز گرمی داره. آدم در زمستان قدر اینا رو میفهمه. حس خوبی دارم. در حالش این قصر در دو منزلی که داره و در داخلش یک عالم اتاق و حرفا هست، دو برنده بسیار خوب داره. پس بریم از برندی این قصر یک دفعه بیرون را ببینیم. انسان ها نیاز دارن تفریح کنن، خوشحال باشن با فامیل خود و ما امیدوار هستیم که دیگه ما از ناامنی صحبت نکنیم و کابل عزیز ما، افغانستان عزیز ما، امن شاید ما در هر نقطه این مملکت بریم و روزای خوش داشته باشیم. منزل دو در برنده بوده. بله. اما این برنده که فعلا هستیم مربوط به منزل اول میشه. منزل اول میشه. اینی دا میگرد برنده ما دل ما رو خوش کنیم 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 کنیم. بیشتر از این بالا باغ است که الحمدلله اوج هم قصرهای عباد شده و از او که پیش میگذاریم باز دره در راست و دره چپ است و ساحه داخل. بله. و چی آب داره. ما خوشبختانه به قصر بالا باغ پغمان رفته بودیم در زمان و امروز خوشحال هستیم که به قصر نوروز پغمان ما آمدیم. در حدود 500 نفر بسیار راحت از استفاده کرده میتونه و ما پیشتر که یاد کردم که دوستان میتونن از این استفاده کنن به خاطر محافل رسمی و برنامه های خود، البته به موافقه اداره واحد عملیاتی از این استفاده کنن. و داخل قصر که میشیم یک بوی بسیار خوب به بینی آدمه، بوی چوب است. بله، چوب است، چوب چارتراش خود ماست، کسکنر است و کار را که میبینیم کار دست است و یکی از همگیش با دست جور شده. همش با دست جور شده. آیا جای دیگه باقی مانده که ما هنوز نرفتیم؟ بله، ما یک تامخوری داریم در زیر زمین قصر که تحکاو است و در پلیش یک حال وی ای پی داریم به خاطر تامان تامخوری است و آشپزخانه داریم. الحمدلله بایرقا بدل شد. بله، این را به نام صفحه تشریفات یاد میکنن. صفحه تشریفات قصر است؟ بله. پانش هم یک صفحه یک است. اتاق تشریفات است. و فواری است که فعلا متاسفانه سیستم کلش یخ زده. اگر این فعال می باشه. و دی اطراف هم فواره های کوچک داریم به خاطر زیبایی از این. امسال برنامه دارم برای ازی که برای فامیل ها کل ازی را سایبان ها جور کنم. خب راه هایش را دیزاین کنیم و به حساب گل و گلکاری سوزینه چی برای اطفال یک جای جدا جور کنیم به خاطر تفریحشان و چهار طرف قصر ما سیستم سکوریتی داریم. خانم ها سلام علیکم. سلام. سلام.
خوشبالتان. و گل نگاه کنم بسیار کار سخت است. من تجربه دارم. 4 دانه گلدان خریدم در اتاقم در یک هفته خوش شدن. گل مریم دارین؟ گل مریم نه. در بالا دارم. خوب از گل مریم هم است. این حال دارم بخی خوش شدن. کار کردن با گلا سخت است؟ بله سخت است. حتی روزای جمعه که باز رخصت مردم می باشم. مگر ما اینجا حاضر می باشم که باش که بای نظرم. حتما می رسیم. مطمئنن این گلا شما را دوست دارم و دعایتان میکنن. دو قوت و یک گل پیدا نمیشی جوانی را بغم سودا. قصر که اصل پغمان مشهور است و این قصر است. او قصر نیست. این قدر چیز است که مشهور شده که دیده بیخی کس نمیشناسه. این نامش چیز گفتیم؟ نزدش میریم، اما در برنامه دیگه بخیر، برنامه بعدی زمان باز داخل او میریم و معلومات بیشتر در برنامه برتان میتیم. فعلا فقط یک بار نشانتان میتیم که در این ساحه هم همچون قصر وجود داره. در این برنامه فقط همین قدر شو ببینین. قبای جیت گل گل دار یار جان دواتا پانده کاکل دار یار جان دواتا پانده کاکل خونچه گل دواتا پانده کاکل خونچه گل هوای شهر کابل دار یار جان هوای شهر کابل دار یار جان در بدن هوای پغمان بدره دسمال نگار شبان که بادم ببره بادم ببره بسای یارم ببره در بغلش مانده و خوابم ببره